أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصلون آيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جریان معاد گذشته از این سبقه علمی اثر عملی فراوانی دارد. لذا قرآن کریم دو جریان معاد بسیار تکیه میکند. می فهمد به اینکه شما از با مرگ از بین نمی روید و مرگ یک رجوعی است که انا لله و انا الیه راجعون. این یه مطلب. مرجع شما هم خداست. این دو مطلب. مرجع دیگری هم ندارید، همونطوری که لا اله الا هو لا مرجع الا هو. این سه مطلب. برای تفهیم این مطالب سگانه این الیه مقدم شد در مرجع. فرمود الیه مرجعکم نه مرجعکم هو الله. تقدیم الیه مفید هست. پس همونطوری که لا اله الا هو لا مرجع الا هو لا معاد الا هو. بخش دیگه این چون فرمود ان الاولین و الاخرین مجموعون ادامه خواهد آمد. این مال حشر اکبر انسان ها، حشر اکبر مجموعه سماوات و ارضم دارد که بر ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و اقلیات و بیمینه. اون روز هم یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات و یعنی یوم تبدل و سماوات و تبدل و ارض. اون مجموعه یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات و الارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مسویات و بیمینه به علاوه این در اولین و الاخرین مجموعون اعلامی غاصب و معلوم میشه هشت اکبر که اینها باید شهادت بدن، شکایت بکنن، شفاعت بکنن، همین ها باید حضور داشته باشن. بعد تمود این وعده حق است. حق بودن وعده از اون جهت که انشاء از چند جهده. یکی این که به موجه هست، مثل این کسی یه آدم وارسته رو نوید میده که من یه همچه پاداش رو تو ما میدم. این وعده به مورد است دیگه، به جاست. یه وقت هست که کسی رو که کاری نکرده مثلا وعده میده که نسبت به احسان بکنه، این وعده به جانی. اما اگر چون که به مورد باشد میاد این وعده هست. این یه معنای حق بودن وعده. دوم این که چون اون وعده دهنده تخلف نمی کند، لا یخلف الله میعاد، لا یخلف الله وعده، لیس الله مخلفا وعده ونام، این وعده حقه، یعنی انجاز میشه. این دو. اما اون حقی که همتای صدق است، یعنی مطابقت با واقع، از اون جهت که واقع مطابق با اوست این میشه حق، و از اون جهت که این مطابق واقع است میشه صدق. این مخصوص خبر است، در انشانی این جواب. و همونطوری که گاهی بعضی از جمله های خبریه به دای انشاء القا میشوند، گاهی بعضی از جمله های انشایی هم پیام خبری دارند. بخشای قرآن کریم اون چی که مربوط به اصل بهشت است، اصل جهنم است، اصل پاداش است، اصل کیفر است، گرچه به زبان وعده بیان شده ولی پیام خبری دارد که اینا هست.
اما نسبت به اشخاص معین، گروه معین، افراد مشخص، این هم وعده انشایی است و وعید انشایی. این هم وعده. اون چی که وعده است چه نسبت به کل، چه نسبت به اشخاص معین، انجازش قطعی است. خدا خلف وعده نمی کند، خلف وعده مخالف حکمت است. به ذات اقدس اله منزه است، تخلف وعده است. مطلب بعضی آن هست که ها اگه نسبت به کسی وعید داد، نه وعده، یک گروه خاصی را، یک اشخاص معینی را وعید داد، تهدید کرد، نه خبر داد و نه وعده. این رو ممکنه بکنه، ممکنه نکنه. چون خلف وعید نه مخالف حکمت است، نه مخالف عدل است. خبر که نداد تا حتما باید سه مطابقه واقع باشه، انشاء است. وعده که نداد وعید است. خب همون خدایی که ما اصابکم این مصیبت فی ما کسرت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، همون خدایی که از بسیار از لغزش های ما در دنیا صرف نظر می کند، ممکن در آخرت هم صرف نظر بکند. بنابراین اگر خلف وعده باشد محال است، اما خلف وعید محال نیست. فتحصل اون وعده ها و وعیدهایی که گرسه به صورت انشاء بیان شده ولی پیام خبری دارد، انجاز اونها یقینی است. مثل اصل جهنم، اصل بهشت، اصل تعذیب، اصل تنعیم. اینه. اما اون که مربوط به اشخاص معین است، گروه خاص است که جنبه خبری ندارد، همین صدقه انشای محض دارد، هر چی که به وعده برمیادد یقینا عمل میکند، چون خود وعده مخالف با حکمت است. و هر چی که به وعید برمیادد ممکنه بکنه، ممکنه نکنه. و این فقط امید میآورد، نه غرور. چرا؟ چون به شخص معین که وعید نشد و پیامم نداد که من ذره ذره میکنم، در باره هر کسی تهدید کرد، اون امید بخشش را به عنوان موجب جزئیه بیان کرد. تمود لمن یشا، حالا من یشا کیه؟ بیغفر و مادون زالکه لمن یشا. چون من یشا معلوم نیست کیه، هر کسی احتمال میداد مشمول معرفت الهی باشد، چون که احتمال میداد مشمول نباشد. لذا بین الخوف و رجا به سر میبرد تا آخرین لحظه. امید رو از دست نمیدهد، اما مغرور هم نمیشود، چون مغرور است که خدا از او بگذرد. این بحث مربوط به وعده، وعده لا حق. نه اون که به صورت نقض خبر برمیگردد، اون که چون بعضی از وعید هاست که پیام خبری دارد، مثل این که اگر درباره منافقان و کفار وعید به جهنم داد، یه پیام خبر دادن جهنم هست و کیفر هست، یقینا این کار خواهد شد، چون خبر است. خبر که شد بود مطابق واقع باشد. اما نسبت به یه شخص معینی، نسبت به گروه خاصی تهدید کرد، فما یک کسی فرمان معصیت بکند، اینجور معذاب میکنی. زید هم مبتلا به فرمان گناه شد، حالا این مسلمن عذاب می شود. اگر مسلمن عذاب باشد، دیگه اون امید بخشش و عفو و رحمت و اونها گرفته می شود، این زمینه یأس فراهم می شود. فرمون یغفر و مادون زالکه اما لمن یشا. لذا هر تبهکاری هم امید بخشش رو دارد، نا امید نیست. لا یسوم روح الله الا القوم الکافرون. مغرور هم نیست، چون خدا که بو وعده نداد که، تزبین هم نکرد که. رضا بین الخوف و رجا به سر میبرد. این بین خوف و رجا به سر بردن زمینه توبه او رو تعیین میکند، که راه خوبی هم است. انتر لذی فتحت به عبادی که بابن الى عفو که و سمیت و توبه. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه. خب انهو یبدال خلقه ثم یعیده لیجل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بلقیس در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که این بلقیس گاهی برای تأکید مطلب جمله خبری پیام انشا دارد،
میگن این جمله خبریه است که ارقیت به دال انشان نیست که تو روایت ائمه علیه السلام یعید صلاته، یعنی عید این کار را میکند، یعنی باید بکند، که جمله خبریه است ولی به دایی انشاء القا میشه. گاهی جمله انشایی است یا اصلا ماده انشایی است، مثل ماده وعد و وعید، داره پیام خبری دارد، مثل اینکه درباره اصل جهنم یا اصل بهشت یا همچه تعبیراتی آمده است. این در حقیقت پیام خبری دارد، یعنی بهشت هست، جهنم هست، این اصلش که دیگه تردیدی نیست، منتها کی معذب می شود کی معذب نمی شود اون به عنایت الهی است. این بلغیس هم می تواند محواسته باشد برای عملو، هم محواسته باشد برای لیجیه. از این جهت که به عملو نزدیکتر است محواسته باشد برای عملو، و از اون جهت که با هدف آیه نزدیکتر است به لیجیه متعلق باشد. آیات قرآن کریم دو طایفه است، یک طایفه کار خدا را قسط می داند، یک طایفه دستور می دهد که مؤمنان به قسط عمل بکنند. به ماننده اون نظیر عقیم البزن بالقسط، یا اوف المکیاد المیزان بالقسط، یا قبکون و قبامین بالقسط، یا لیقوم الناس بالقسط تو سوره حدید. این چهار آیه به ماننده آن قسط را وصف کار مؤمنان می داند. اما شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط، به مانند آن این دو کار خدا می داند. در قرآن کریم فرمود بینکه در محکمه الهی ما ترازوی قسط را پهن می کنیم و برابر قسط و عدل پاداش و کیفر می دهیم. این چیزی نیست که قسط مخصوص مؤمنان باشد، ما اون ترازوی قسط را پهن میکنیم برای همه، وزن میکنیم برای همه. آیه 47 سوره مبارکه انبیاء این است: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این ترازوی قسط را پهن میکنیم، حالا برای هر کسی برابر کار او پاداش میدیم. و اون که در بحث دیروز اشاره شد به این که جزاء الوفاقا مخصوص کفار است، درباره مؤمنین همچه آیه نیست، بلکه درباره مؤمنین آیاتی که به مزید فضل عنایت کرده است، وعد داده است، زیاد است: للذین احسنوا الحسنا و زیاده ولا یرحق وجوههم قطر و لا ذله و مانند آن. این سوال پیش نیاید که پس چرا کفار مخلدن، برای اینکه اینا مثلا همون سوالی که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب مسائل رو نعمل کرده از بعض از راویان که از ائمه علیهم السلام سوال کردن که شخصی مثلا یه مدت معینی گناه میکنن ولی مخلدی در نار است، چگونه اون تعذیب مخلدانه با این گناه موقت وفاق دارد؟ پاسخش این است که اگه کسی گناه جوارحی داشت، مثلا 60 سال 70 سال گناه دست و پا کرد، چه این آدم مخلد نیست. اما گناه جانحه یعنی اعتقاد، این دیگه زمانمند نیست. اگه کسی معاذ الله عالما آمدن مرتد شد، کافر شد. یه وقت است که تو اون بحثایی که قبلا داشتی، در اثر اینکه دوران فترت هست یا دوران جاهلیت هست یا ضعف فکری هست، مستضعف فکری هست، دسترسی ندارد، مثل که الان هم در بعض از کشورهای کفر روستاهای دوردست که به این تعالیم اسلامی آشنا نشدن، اونا که معذب نیستن فضلن از مخلد، چون رفع امتی این عموم ما لا یعلمون هست مستره و هست بمانند، اونا که دسترسی ندارن. خب اونایی که مستضعف فکری هستن، اونایی که کسی عالمان آمدن و تبین رشدون من الغیب، اما معذارت معاذالله دست از دین برداشت، این رذیلت اعتقاد، این کفر متضمن نیست. نظیر فعل، نظیر غیبت، غیبت متضمن است، یعنی چی؟ این در فرون زمان قرار گرفته، مثل که انسان مغتاب متمکن است، یعنی چی؟ یعنی تو مکان نشسته. اما عقیده نه متضمن است متمکن،
این خبث سریره که میگن همین، این وصف آلودگی جانه، او ثابت است، نه ساکن است و نه متحرک. اینه که وقتی ائمه علیه السلام در جواب اون سائل که این شخص مثلا 70 سال معصیت کرده کفر ورزیده چرا دائما معذب باشد، جواب فرمودن که چون نیتش این است که این اگر تا ابد زنده باشد گناه میکند. از اون طرف فرمودن که نیت معصیت معصیت نیست، اینم حقه. این که فرمودن نیت معصیت چون نیتش اینه، این مستفاد از اون آیه کریم است در قرآن، دارد به این که کفر در دلهای عده از کفار و منافقان نهادینه شد، تعبیه شد، رسوخ کرد، اشکبو فی قلوبهم مدعش، به طوری که الان که جهنم رو دیدن معذبن استغاثه میکنن، اگر ما اینها را از جهنم بیرون بیاریم ببریم دنیا، گرچه بساط دنیا برشیده شد، باز همون کفری که داشتن داره. لو ردو لعادو لمانو ان، این معلوم شد ملکه شد و باراتر از ملکه. یه وقت است که عقاید سو حال است، خب بعد یه مدتی توبه میکند و حالا برفرض حکم فقهیش اون چهار تا اون حکم فقهی باشه، اما حکم کلامی که یقینا عوض میشه که توبه مرتد و رو مرتد ملی هم باشه، از این حکم کلامی یقینا مقبوله. این تو نیست که ذات اقدس الهی رو به جهنم ببره، که اون احکام چهارگانه فقهی البته سر جاش مرد، اما حکم کلامیش که سر جاش مقبوله دیگه، رو مرتد ملی هم باشه، اون رابطه با خدا را ذات اقدس الهی تنظیم می کند. نعم ما قال شهید رضوان داده که مسئله کلامی اون رابطه شخص با خدای او این تنظیم می شود، احکام فقهیش اون جریان قتلش اعدامش، اون نمیدونم جریان آلودگیش یا اون جریان اینکه عیالش باید عده وفات بگیره، اینا سر جاش محفوظ، اما اون حکم کلامیش خب این در صورتی است که ما این در حد حال باشه. اگر ملکه بود از حال گذشت، این قابل زوال هست ولی دیر زواله، این ممکنه بعد از یه مدتی توبه بود. اما اگر معاذالله به صورت فصل مقدم در آمد، این همان است که تو اون آیه آمد که لو ردو لعادو لمانه ان. خب بنابراین این به منزله فصل مقدم این شخص می شود و او رو رها نمی کند. وقتی او رو رها نکرد، خود این کفر که سیئه است، عمل جانه هست، بدتر از اعمال جواره هست، این یه امر ثابت هست، نه ساکن و نه متحرک، این متضمن نیست تشمیل 60 سال یا 600 سال، این ثابت هست، تا این هست عذاب هم هست، و این اگر به دنیا هم برگردد با دست از گناه بر نمی دارد. اینی که ائمه علیهم السلام فرمودن نیتش این بود که اگر این بمونه باز معصیت بکنه، که این روایت مرحوم شیخ تو رسائل نام کرد، منظور حضرت این است که این اگر ملکه شد، این بالاتر از ملکه، این رها نمیکنه بود، نه این که چون نیتش اینه که گناه بکنه معذب است، تا کسی بگوید که نیت گناه که گناه نیست. خب بنابراین جزاءً وفاقا نسبت به کفار مخلط هم همینجوره، یعنی اگر چون که خلود برای عده تقریر شده است، برای اون ثبات خبث سریره است. اینا کسانی هم که به پیغمبرشون گفتن سواءً علینا و اسلم لم تقم یا الوائزی، به ذات اقدس اله هم درباره به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمود هر آیه بیاری اینا دیگه بر نمی گردن، اینا گرفتار یه بیماری مزمن هم که رها نمی کند اینا را، این میشه جزاء وفاقا. خب این که فرمود و نزع الموازین القسط، معلومه قسط اختصاصی به مؤمنین ندارد،
برای کفار هم هست، چه این که قضیه بین هم بلقیستن آیه دیگریست که نشون میدهد که این کارها برای دو طرف. در قرآن کریم گاهی میفهمد به این که ما بساط قیامت را یا بساط موعظت را پنج کردیم برای دو گروه، یه عده تبشیر یه عده انذار بدون تغییر سیاق، مثل آیه دو سوره کهف دارد که قیمن لیون در بعثن شهیدن من لدون و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اندرهم اجر حسن. یک لیون در بعثن شهیدن هست، یک یبشر المؤمنین هست، اینا متعادل هست. گاهی نظیر آیه محل بحث محور اصلی کلام را لطف خدا تشکیل میدهد، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اونگاه از جزای کفار چیزی سخن به میان نمی آورد. والذین کفروا لهم عذاب شدید، ما جزا نمیدیم، اینا خودشون بر سراغ این رفتن هستن. پس گاهی دو تا فعل متقابل متعادل را به خودش نسبت میدهد، نظیر آیه دو سوره کهف که ینذر اونها را و یبشر اینها را. گاهی اون که رحمت و عنایت است به خودش نسبت میدهد و در باره کفار نمیگوید که ما اینها را عذاب کردیم، فقط اینا در اثر سیئاتشون گرفتار همین چیزا شدند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اما والذین کفروا لهم شراب حمیم و عذاب الیم. نه لیجزی الذین کفروا تزاد. خب این معلوم میشه که اصل نظام برای رحمت و مؤمنان و امثال ذلک، والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم و ما کانوا یکفرون. این شراب حمیم یعنی آب گرم دار، طوری است که معاذ الله همین که نزدیک لب میرسد یشف الوجوه بئس شراب و ساعد مرتفقا، هنوز به دهن نرسیده پوست میریزه. دو طرف آثار قیامت این طور است، تنها جریان عذاب نیست، تو نعمت‌های بهشت هم همینطوره. تو نعمت‌های بهشت ندارد به اینکه 500 سال مثلا بوی فلون گلابی یا بوی بهشت میرسن. عالمی است که با عالم طبیعت قابل قیاس نیست، نه نعمت‌هاش نه نقمت‌هاش. در سوره بارکه که آیه 29 این است که قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا، اگه تشنشون شد آب خواستن، یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه، یعنی به دهن نرسیده پوست صورت رو بریان میکنن، تیر مشوی یعنی بریان شده کباب شده. تازه این یسلا یه اصلاست، یه تسلیت و جهیم است. این زیاده مبانی که تدل علا زیاده معانی توی این بخش هم هست، یکی ثلاثی مجرد است یکی ثلاثی مزید. یه وقتی یه چیزی رو کباب میکنن، یه وقتی یه چیزی رو گداخته میکنن. اونی که کباب میکنن میشه یسلا، اونی که گداخته میکنن رو سوزی، درون سوزی، ظاهر سوزی، باطن سوزی، میشه تسلیت و جهیم. همون این کباب میکنه، هنوز نخورده کباب میکنه، به دهن نرسیده یشفل وجوه، وجوه را مشفی میکنه، بریان میکنه. بئس الشراب و ساعت مرتفقا. خب عذاب علیم هست. این فعل مضارع نشون بده دیگه اینه دست بردار نبودن به ما کان یکفرو. چندین بار ما توبه را پیشنهاد دادیم، نصیحت پیشنهاد دادیم، اتمام مدت کردیم، موعظه کردیم، مهلت دادیم که برگردن، برنگشتن. لهم عذاب شدیدون بما کانوا یکفرون. اما از اون طرف ذات حق و تعالی نسبت مؤمنان حد اقلش اداره تعمدی که قسط است، و یعنی غالبا کریمانه و فاضلانه رفتار میکند، هم در اصل جزا، هم در نحوه دادن و هم در نحوه تعدیل کردن. در هر سه عنصر کریمانه عطا میکند. اصل جزا را که فهمید به اینکه
من جابر حسنه فله خیر منها یک فلا اشرم سالها دو به ماننده. از این آیات کم نیست فراوان که ما بیش از اندازه که این آقا زحمت کشید بهش پاداش میدیم. اما چجور میدیم؟ یک. چجور میگیم؟ دو. این دو امر که با اون عنصر اولی جمع میشه میشه سه. چجور میدیم؟ دو دسته میدیم. او که باستون یدین بالعطیه است، یعنی وقتی چیزی رو میخواد بده دو دستی میده، بی منت میده، منه یدیت که نداره. خلقت اصل انسان هم بایدن است که ما خلق تو به یدی دو دستی میده. این کریمان عطا کردن است دیگه. کریم اینه دیگه، خدا کریم است. کریم است حرف میزنه کریمانه، چیز میده کریمانه، عطایی که داده بیش از اندازه است کرم است. عطا که مکرر فرمود ده برابر میدم صد برابر میدم، این که اون که روشنه، اما کریمانه میده. بعد هم وقتی میخواد حرف بزنه بگه، میگه اینو مال شماست، نمیگه اینقدر زحمتت عجزت اون مقدار من اضافه دادم. زائد و مزید علیه هر دو رو جزا میدونه، نمیگه اون مقدار شمال شماست، این مقدار عطای زائد است که من دادم. اینطور نیست. تلکل جنت اللتی او رستموها به ما کنتم تعملون. خب به ما کنتم تعملون این قد نیست. او هم خوش که اینجور میگه تلکل جنت اللتی او رستموها به ما کنتم تعملون. به فرشتگانم دستور میدهد که کریمانه، چون به عیدی سفر کرام برده، کریمانه با اینها رفتار کنید و کریمانه اینها را پذیرا کنید. آیه 31 و 32 سوره مبارکه نهر این است: جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون هر چه بخواهند کذالک یجزی الله المتقین. متقین کیانن؟ الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. خب آخر این همه نیست، باغ جنان این همه نیست، خب بما کنتم تعملون نیست. نمیگد به این که یک دهمش با خودم تعملون است، نه دهمش اون جایزی است که ما به شما دادیم. نه خیر، همه اینها به ما خودم تعملون است. این بعیدی سفری که کرام برای رستن به کتاب کریم آوردن طرز ذات اقدسی لا اینا رو تربیت کرد که در گفتار با متقیان هم کریمانه حرف بزنن. نگن آقا این مقدار این بهشت با این غرف مبلیه با این تشکیلاتی دادیم یک دهمش به ما کنتون تعمرون است، اون بقیهش دیگه لطف ما. نخیر، ادخلوا الجنه به ما کنتون تعمرون. برابر نیت صالح پاداش میدن، اما همین نیت صالح رو ده برابر پاداش میدن. هر کار خیری که مؤمن انجام بدهد، چه کار جوارهی چه کار جوانهی، من جا بر حسن اخل و اشرم ساله ها. دیگه نمیگن این یک دهمش مال اون نیت خیرت است، اون نه دهمش جز لطف زائد ماست. نخیر، میگه همش مال شماست، کاری که کردی. استمرارم باشد یه فعل خیر مستمر یه پاداش مشخصی دارد، ولی همه اون فعل خیر مستمر رو ده برابر پاداش میدن. اطلاق من جاد الحسنه همینه دیگه. خب، ولی در موقع گفتن میگن همش مال شماست، کاری که کردید نتیجه کار شماست. قرآن هم با علما سخن میگوید تا اونها رو راه بیاره، هم با متقیان سخن میگوید تا اینها که راهیان راهن اینا رو تسریع بکنه، بگه زود باشید، سرعت بگیرید.
اینجا که فرمود آسمان زمین رو ما 6 روز خلق کردیم، این تمام آسمان زمین شناسا، ستاره شناسا، سپهر شناسا، ملکه ها شناسا، همه اینا رو ترغیب بکنند که این که موکز رو باز بکنن، این در بحثه رو باز بکنن، این 6 دوره چیه؟ یا کانت سماوات و اولم یارن سماوات و از کانت رد کن خدق، ما اینا هم بسته بودن ما باز کردیم. این تشویق میکنه که ترغیب میکنه که شما به اینا رو یاد بگیرید. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریط و آیت قرآن هم هست. اصلش مال ذات اقدس اله هست، پرش مال اهل بیت علیه السلام. همونطوری که لا تنقض الیقین بشک را ائمه فرمودن، مجتهدان ما تلاش و کوشش کردن بحث قوی استصحاب رو در آوردن. این اولا یارو ان السماوات و الارض کانت رتقا فتقناهما، اول اینا بسته بودن بعد باز کردیم، اینم اینچنینه. یا خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، اینچنینه. منتها سپهر شناس میخواهد که چندین سال زحمت بکشه تا ببینه زمین اول جزء منظومه شمسی بود بعد جدا شد، این توبید ستاره هایی که میگن این یعنی چی، تا کی بود، چی جور هست. این ترغیب به علم است. همون این بسته بود ما باز کردیم، شما برید جستجو کنید، مگه نمیبینید که بسته بود؟ خب نمیبینید اون وقتی که بسته بود که انسان دنیا ندیده. همون اینقدر مسئله روشن که اگه بررسی کنید میبینید که نه اولا بسته بودن ما باز کردیم، اول بسته آفریدیم بعد بازشون کردیم. این ترغیب است. اینا سبقه علمی دارد. بعد مفهمد به این که اونا که اهل تقوا هستن اینا را از منظر آیت میبینن و مرآت میبینن و آفریدگار را در آینه خلقت میبینن، از جمع اونا به عنوان متقیان یاد میکنن. مفهمد اینها آینه خوبی، توی آینه نگاه کنید بیشتر لذت ببرید، مگر نمیخواهید از جمال الهی بهره برید؟ جمال الهی را تو آینه خلقت ببینید. با متقیان یه جور حرف میزنن، با اندیشوران جور دیگه حرف میزنن. میفرماید هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازلا لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا برفرض ناظرلا کسی نخواست به سبیل آستان دین بساید، اگر بخواد دانشمندانه زندگی کند با راش این که اول اینا بسته بودن باز شدن، 6 دوره هم بیشتر نی. خب همون تدریج ما رو به تأنی وادار میکند که عجله نکنیم دیگه. این در روایات هم هست که ذات اقدس اله با این که میتوانست در لحظتن واحدتن مثل جریان قیامت که ما امر ساعت الا کلمه البسر اوه و اغرب دیگه، حالا نهایت تعبیر در سرعت را فرمود، اونجا هم میتوانست کلمه البسر اوه و اغرب بیافریند دیگه. منتها دیگه علمی نبود، اون معجزه دفعتا این نظام را جمع بکند و دوباره فهم بکند، اون راه علمی نیست. اما تطوراتی که هست این راه علمی است. اما شما ببینید بیش از اون مقداری که شما تو کوچه پس کوچه محلتون دو شرخه و موتور دارید، اینا تو اسکاه میر و مانند آن ماهواره دارن دیگه. ماهواره فرستادن و به اندازه موتور تو فضا وقتی رو فهم کردن پیدا نمیشد. این ترغیبات که 6 دوره بود، زمین این طوره، آسمان این طوره، ما تنها یک مشرق و مغرب نداریم، مشارق داریم، مغارب داریم، زمین کرویست، اونا فصول مختلف داریم، اینه بشر رو ترغیب میکنه به یاد گرفتن و رفتن و همون ما آسمان رو مسخر کردیم، چرا نمیریم؟ این سفره رو برای شما فهم کردیم دیگه. ما مسخر کردیم، مسخر خداست، آسمان و زمین مسخر است، شما مسخر الله، این سفره رو فهم کردیم، بری برش استفاده کنیم. اما جریان معاد به بعد دیگه سخن ترقی علمی و بهرهای علمی را نیست. اما دیگه یه لحظه ما بساط عالم رو جمع میکنیم و فهم میکنیم. ما هم رسول عطا الله کلمه بسر و اخبر. الحمدلله.